برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع خبری در شهر بصره در جنوب عراق از همت آستان مقدس حسینی علیه السلام برای ساخت بیمارستانی عظیم در این شهر خبر دادند. به گفته این منابع، بیمارستان مذکور در زمینی به مساحت 120 هکتار ساخته خواهد شد و شامل 520 تخت خواب خواهد بود. منابع محلی از استان بلخ در شمال افغانستان به رسانه‌ها گفتند که گروه طالبان از علمای شیعه در این استان خواستند که پس از اعلام دادگاه عالی این گروه عید سعید فطر را با شهروندان سنی یک جا جشن بگیرند. به گفته این منابع، گروه طالبان روز جمعه 25 فروردین شماری از عالمان دینی شیعه را احضار کرده و از آنها خواسته که پس از اعلام دادگاه عالی این گروه و رؤیت هلال عید، شیعیان نیز عید سعید فطر را تجلیل کنند. این در حالی است که پیش از این در مواردی شیعیان افغانستان یک روز بعدتر از شهروندان سنی عیدشان را جشن می گرفتند. گفتنیست با تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه همواره محدودیت‌هایی را علیه شیعیان که بخش بزرگی از جمعیت افغانستان را دارند انجام می شود. اداره پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کرده بر اثر انفجار یک بمب منفجر نشده سه کودک که در حال بازی بودند جان باختند. این انفجار در شهر مرزی چمن در 150 کیلومتری شهر کویت رخ داد. گفته می شود که در منزلی که انفجار رخ داده پیش از این مهاجران افغانستانی زندگی می کردند. سالانه ده ها کودک بر اثر انفجار مواد منفجر نشده و مین هایی که از جنگ های گذشته در این منطقه باقی مانده کشته می شدند. هفته بین المللی آسمان تاریک که از 15 تا 22 آوریل ادامه دارد، هدف مقابله با آلودگی نوری را دنبال می کند. آلودگی نوری ناشی از منابع گوناگون چه در زمین و چه در مدار آسمان شب را با سرعت نگران کننده ای تهدید می کند. پژوهشی اخیراً انجام شده نشان می دهد که جهان در حال حاضر شاهد افزایش میانگین 9.6% در روشنایی آسمان است. این بدان معناست که اگرچه 18 سال پیش تماشاگران آسمان به طور میانگین 250 ستاره را در آسمان شب می دیدند، اما امروز به طور میانگین فقط 100 ستاره را قابل مشاهده است. در سال 2021 میلادی برابر با سال 1400 شمسی 8.9 میلیون تن خرما در سراسر جهان تولید شد. بر اساس اعلام سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو، مصر با تولید 7.1 دهم میلیون تن خرما در 2 سال گذشته بزرگترین تولید کننده این میوه در جهان معرفی شد. عربستان سعودی و ایران نیز به ترتیب در رده های دوم و سوم بزرگترین تولید کنندگان خرما در جهان قرار دارند.